روز جهانی منطق یک روز بین المللی است که توسط یونسکو با همکاری شورای بین المللی فلسفه و علوم انسانی در نوامبر سال 2019 اعلام شد و در 14 جنوری هر سال جشن گرفته می شود. اولین بار در 14 جنوری سال 2019 قبل از اعلامیه یونسکو جشن گرفته شده است. روز جهانی منطق در نظر دارد تاریخ فکری، اهمیت مفهومی و مفاهیم عملی منطق را مورد توجه جوامع علمی میان رشته‌ای و عموم مردم قرار دهد. تاریخ انتخاب شده برای بزرگداشت روز جهانی منطق مربوط به تاریخ در گذشت کورت گودل و تاریخ تولد آلفرد تارسکی، دو برجسته‌ترین منطق‌دانان قرن بیستم است. روز جهانی منطق مصادف است با روز 14 ژانویه، مصادف با 25 جدی و اصطلاح افغانستان. با هدف این روز نامگذاری به نام روز منطق شده است، به نام روز جهانی منطق، که مردم درست اندیشیدن و درست فکر کردن و منطقی اندیشیدن را یاد بگیره. یعنی به اصطلاح فکر کردن منطقی یک شیوه خاص است، یک رویش خاصی از فکر کردن است. هدفش هم تقویت همکاری های علمی در سطح بین الملل، در حوزه تحقیق، در حوزه توسعه و کمک به اصطلاح اماکن علمی در جهت فراگیر شدن بحث منطق و اساساً فراگیر کردن و عمومی کردن منطق در جامعه جهانی و در میان بشریت هست. و حتما دلایلش هم آثار و به اصطلاح برکات گسترش منطق در سطح جهانی هست، تا آدم ها به یک رشد فکری درست برسند، تا بتونن به اصطلاح یک زندگی مبتنی بر استدلال و منطق رو برای خودشون داشته باشند. با شنیدن کلمه منطق یا منطقی، تصورات و تعاریف مختلفی در اذهان تداعی می شود. وقتی کلمه منطق رو میشنوی، یک جوری در واقع فعالیت عقلانی انسان و فعالیت هایی که استواری بر استدلال و دلیل باشد. شنیدن کلمه منطق فعالیت های علمی و منطقی را در ذهن انسان تداعی میکنه و اینکه انسان فکرشون رو متمرکز بکنه برای اینکه برای کار و برنامه خودش دلیلی، یک استدلالی داشته باشه. در اصل منطق یک نوع مکتب هستن. منطق را بر انسان های ما به کار میبریم که انسان های نرم خو و انسان های با فکر و اندیشه باز که دارن، اونها را ما منطقی میگوییم. کلمه منطق یعنی یک انسان معتدل. با کلمه منطق یعنی یک انسان معتدل، انسان با درک و فهم، یک انسانی که وقتی رویه و رفتارش با مردم بر اساس منطق و وقتی که سخن میگه سنجیده حرف میزنه، منطق ما چنین انسان رو میگه. با شنیدن واژه منطق و منطقی به ذهن انسان انسانهای خطور میکند که این انسانها دارای یک سری ویژگی های هستند، دارای یک سری مشخصات هستند. برنامه اونها، فکر اونها، گفتار اونها، رفتار اونها، کردار اونها، ارتباطات اونها دارای یک نظم و دیسپلین خاص است. حال اگر پرسیده شود که تعریف شما از گفتار و رفتار منطقی چیست، شما چه جوابی خواهید داشت؟ رفتار و گفتار منطقی نیست که مثلا خب یعنی قسمی که نه مثلا به خود ظلم بکنی نه به کسی دیگر، یعنی حق را باید همیشه در نظر بگیریم، یعنی مثلا خارج از دایره حق نشویم. یعنی رفتار منطقی که هم مثلا خب رفتاری بکنیم که نشود مثلا خب حق یک نفر زیر پا شود. خب کسی که مثلا منطقی هسته باید خلاصه منطقی فکر کنه و منطقی برخورد داشته باشه و در همه مثلا طرف ها خلاصه تعادل رعایت کنه. اگر بگویم که امروز مسافرت توسط موتر بهتر است از با بایسکل با موتوری و اینجا منطق و یا همون قوه عقلیه بر ما را نشان میدهد و به ما یاد میدهد، بله این گب منطقی است. وقتی میشنویم این بهتر از این است، باید ما توسط امین منطق این را استدلال و ثابت نماییم. آیا شما فکر میکنید آدم منطقی هستید و به امورات روزمره زندگیتان و در رابطه با دیگران به صورت منطقی برخورد میکنید؟ بله، به نظر خود بنده تا جایی که هستم منطقی هستم. حالا به نظر خود ما که انسان منطقی هستیم، کوشش میکنیم منطقی باشیم و
با فکر منطق و با اندیشه پیش بریم. ما خب بله تقریبا منطقی هستم، سعی میکنم که منطقی باشم. من تلاش میکنم آدمی منطقی باشم، اما اینکه منطقی هستم یا منطقی نیستم باید کسایی که با بنده در ارتباط هستن قضاوت بکنن. ما چون با منطق سر و کار داریم، آشنایی داریم و تدریس داریم، در فضای منطقی فکر میکنیم، تلاش میکنم که گفتارها و رفتارهای خودم مبتنی بر یک سری دلایل و استدلالهای عقلی و یا نقلی و یا عقلایی باشد. همیشه در اطراف ما انسانهای متعددی زندگی میکنند که با طرز تفکرات مختلفی با ما برخورد دارند، گاهن افراد با منطق و گاهن افراد بی منطق. بیشتر کسایی که مثلا در اطراف ما هستن، با ما مثلا دوست هستن یا که مثلا با اونا ارتباط داریم، خلاصه بیشتر اینها منطقی هستن. البته بعضی کسایی هم پیدا میشه که منطقی نیستن. اطرافیان من بله تا اونجایی که من دیدم و باش برخورد کردم منطقی است، اما این قاعده بازم اختلافاتی دارد. شاید بعضی باشد که مثلا دفتارشی یا گفتارشی غیر منطقی باشد، خیلی کم است که دیدم. قطعا منطق محوری برای افراد و جوامع آثار فردی و اجتماعی زیادی را در بی خواهد داشت. آثار فردی و اجتماعی منطق محوری، اگر ما در یک کلمه بخوایم بگیم، منطق باعث رشد فرد و جامعه می شود. چرا؟ چون منطق باعث تقویت فکر و عقل انسان میشه و در جامعه‌ای که به اصطلاح به عقلانیت و بحث معرفت بها داده بشه، در اون جامعه هم فرد رشد عقلانی میکند و هم جامعه. وقتی فرد و جامعه رشد عقلانی کردن و در جامعه یک آگاهی عقلانی اتفاق افتاد، طبیعتاً گفتارها و رفتارها و برنامه‌ها هم رنگ و بوی منطق و عقلانیت و معرفت و از این چیزها به خود میگیره. من میخوام بگم که هم آثار میتونه در حوزه به اصطلاح فکر کردن فعالیت های علمی داشته باشه، هم آثار در حوزه کارهای اجتماعی و عملی داشته باشه. در هر دوتا انسان اگر اون فکر منطقی انسان اگر قوی بشن، واقعا منطقی فکر بکنه، این میتونه موجی به اصطلاح پیشرفت علوم بشن، پیشرفت دانش ها شوه، رشته های گوناگون علمی شوه. یعنی پیشرفت رشته های گوناگون علمی واقعا وابسته بر پژوهشه. یک بخشی از بالاخره پژوهش رو، اسباب پژوهش رو همون روش منطقی فکر کردن تشکیل میده. علاوه بر این در حوزه به اصطلاح عملی وقتی که انسان منطقی فکر کرد، فکر انسان پرورش پیدا میکنه. یعنی فکر پرورده شده با فکر نپخته از زمین تا آسمان متفاوته. وقتی که فکر انسان پرورده شد، برای حل مشکلات مختلف راه حل داره. مثلا اگر انسان مشکل خانوادگی پیش بیاد، فکر انسان اگر پرورده باشه، این مشکلات خانوادگی رو خیلی راحت حل میکنه. منطق محوری آثار فردی و اجتماعی فراوانی داره. چون منطق محوری معناش اینه که انسان خردمندانه زندگی بکنه، خردورزی و عقلانی زندگی بکنه. وقتی زندگی انسان عقلانی شد، زندگی فردی انسان و اون آثار و پیامدهای اجتماعی آن خردمندانه میشه. زندگی که بر اساس خرد هست، بر اساس احساسات نیست، بر اساس اوهام نیست، بر اساس خیال بافی ها نیست، بر اساس تعصب و لجاجت و کینه و عداوت نیست، چون اینها همه برخلاف اون زندگی عقلانی و منطقی است. وقتی زندگی انسان عقلانی بود، اون زمان قطعا روز به روز بر پیشرفت انسان، تکامل انسان، اخلاق مداری انسان افزوده میشه. وقتی یک فرد اخلاق مدار بود، منطقی بود، خود جامعه هم از افراد متشکل میشه. وقتی همه افراد یک جامعه اخلاق محور بودن، همه افراد جامعه منطقی بودن، این جامعه روز به روز بر رشد و به بالندگی و به شکوفایی میرسد. شاید از خود پرسیده باشید که نشانه های انسان های با منطق چیست و چطور با شما برخورد می کنند؟ انسان های با منطق نشانه های زیادی میتونه داشته باشد، از جمله این که انسان های برنامه ریز هست، با برنامه زندگی میکنن، با برنامه اگر درس میکنن، اگر فعالیت میکنن. علامتی دیگرش اینه که آدم های انگیزمند هستند، چون زندگی برایشان دارای معنایی هست و مفهومی هست و در این چارچوب معنایی و مفهومی و معرفتی دارای یک انگیزه های بسیار قوی هستند و میخوان در این چارچوب زندگی بکنن. علامتی دیگرش اینه که زندگیشون و کار برنامهشون هدفمنده.
بنابراین آدمای منطقی بر اساس هدفی که برایشون در زندگی تعریف میکنن در جهت رسیدن به اون هدف همیشه کار میکنن و تلاش میکنن و تلاششون هم دارای برنامه هست، هم دارای نظم هست، هم دارای انگیزه هست، هم دارای علاقه هست و هم دارای آثار و برکات در زندگی فردی و اجتماعی خود و اطرافیانش. در دین اسلام و فرامین اسلامی مسلمانان منطق و توجه به آثار فردی و اجتماعی منطق از اهمیت والایی برخوردار بوده است و رفتار و عملکرد معصومین علیهم السلام مبتنی بر منطق بوده است. ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین اگر ما به لحاظ فکری معرفتی بخوایم تحلیل بکنیم اساسا نماینده عقلانیت و معرفت و منطق هستند، ولی ما قائل هستیم که گفتارشون و رفتارشون و سیریشون و تأییداتشون به عنوان سند رفتاری درست و خدایی برای ما حجیت دارد. اما نمونه زندگی منطقی به اصطلاح معصومین علیهم صلوات الله در حوزه فردی و اجتماعی و خانوادگی فراوان هست. صبری که دارن منطقی هست، سخنی که دارن منطقی هست، به اصطلاح رابطه خانوادگی که دارن شدیداً تحت تاثیر یک منطق متعالی الهی و وحیانی و آسمانی هست. جنگشون حتی بر اساس یک منطق و آرمان توحیدی استوار هست، صلحشون بازم بر اساس منطق و استدلال استوار هست و همه ابعاد وجودی انسان معصوم را در دیدگاه و تفکر ما منطقی وحیانی احاطه کرده که گفتارش تفسیر کننده رفتار هست و رفتارش تفسیر کننده گفتارشون است. من میخوام بگم همین جوری که قرآن کریم میفرماید گفتار باید منطق داشته باشه. قول قولا کریما، بزرگوارانه حرف بزن. این یک معیار منطقی در حرف زدنه. قول قولا لینا، آرام با مردم حرف بزن. این آرام سخن گفتن خودش یک چارچوب منطقی برای گفتار انسان است. قول قولا سدیدا، استوار حرف بزن. اینا خودش رفتاری، اینا چارچوب منطقی است برای گفتار انسان ها. رفتار آدم ها همینطوری میتونه واجد به اصطلاح چارچوب منطقی باشه. پیغمبر خدا این که اسوه شد، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه کسی میتونه باشه که واقعا رفتارش رفتار منطقی باشه. رفتار منطقی یعنی چی؟ یعنی کسی که رفتارشون سبک داشته باشه. آدما در دنیا همینطوری گفتارش سبک داره، رفتارش هم سبک داره. من میخوام عرض بکنم از باب مثال، بعضی ها سبک رفتارش در دنیا سیاستمدارا و به اصطلاح مدیران دنیا، کارگردانان دنیا، بعضی رفتارشون رفتار قلدر معابانه، یعنی زوره، از زور استفاده میکنه. بعضی ها رفتارشون رفتاری به اصطلاح فریب دادن و حیله و نیرنگ، این از حیله و نیرنگ استفاده میکنه. یک جور رفتاره، یک منطقه به اصطلاح در رفتار. بعضی ها نه، رفتارش همون است که بالاخره در قرآن گفته پیغمبر، اونی که خود پیغمبر فرمود بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. رفتارشان در چارچوب اخلاق، رفتارشان در چارچوب فقه، رفتارشان در چارچوب قرآن، رفتارشان در چارچوب حقوق. این میشه رفتار، رفتاری منطقی. پس پیغمبر خدا، ائمه معصومین علیهم السلام، رفتار اینها همه رفتار منطقی بودن. شما نمیبینید در زندگی اینها رفتاری باشد خارج از چارچوب حقوق، خارج از چارچوب فقه یا خارج از چارچوب اخلاق باشه. هر گونه رفتاری که در چارچوب فقه و حقوق و اخلاق، ارزش‌های الهی و انسانی باشه، ما اینها رو میگیم که دارای به اصطلاح منطق رفتاری است در زندگی. ائمه طاهرین هم که سیره شدن، الگو شدن، به این دلیل که رفتارشون رفتار منطقی صاحب سبک. هر کسی که صاحب سبک در رفتار نباشه، این الگو شده نمیتونه. از اینی که ائمه را گفتن باید الگوی بشریت باشه، پس رفتارشون سبک داره که میتونه الگو باشه. اگه سبک نداشتی نمیتونست الگو باشه. در واقع اکنون بیش از هر زمان دیگری نظم و انضباط منطق برای جوامع و اقتصادهای ما کاملا حیاتی است. علوم کامپیوتر و فناوری دیجیتال که ساختار شیوه های زندگی امروزی را فراهم میکنند، ریشه در منطق و استدلال الگوریتمی دارند و امروز جهان بیش از هر زمان دیگر به منطق در روابط بین المللی نیاز دارد تا باشد جهانی عاری از هر گونه خشونت داشته باشیم.